سلام، امروز میخوایم توضیح بدیم که فرق دو کلاچه چینی با دو کلاچه آلمانی چیه؟ چرا دو کلاچه های چینی نمیتونن مثل خودروهای روز آلمانی و مثلا اروپایی عمل بکنن؟ و اصلا چجوری با این دو کلاچه ها رانندگی کنیم تا طول عمر بالاتری داشته باشن؟ پس با ما همراه باشین، میخوایم در مورد دو کلاچه های نسل جدید چینی بیشتر براتون توضیح بدیم. اول از همه میدونیم که توی خودروهای چینی، توی نسل بعدی خودروهای چینی، واژه دو کلاچه شد پسوند کاتالوگ اینجور ماشینا. و خب اون موقع اون دوستانی که اهل فن بودن با واژه دو کلاچه خیلی ذوق میکردن و میگفتن که قراره یه دو کلاچه خیلی خفن بیاد روشون، و با توجه به عملکرد دو کلاچه که توی بوگاتی ویرون ما دیده بودیم که عرضه شد و سرعت تعویض دنده‌اش در حد پلک زدن بود، توی خودروهای چینی دیدیم که سرعت تعویض دنده در حد یک لگد زدن پایندای کونگ فو کار میتونست باشه که پا رو به آرومی بالا میاره و به آرومی پایین میاره. وقتی واژه دو کلاچه رو توی کاتالوگ خودروهای چینی مثل تیگو 7 دیدیم که توی عرضه خیلی سر و صدا کردن، دوستان اهل فن رو خیلی به هیجان واداشت که قراره با سیستم های دو کلاچه ماشین ها عرضه بشن، قراره که سرعت تعویض دنده شون در حد یک پلک زدن باشه مثل بوگاتی ویرون. اما متاسفانه اینجوری نبود و سرعت تعویض دنده هاش به اندازه بود که آسانسور از طبقه همکف به طبقه شیشم بخواد حرکت بکنه، سرعت قابل توجهی تو تعویض دنده ها نداشت، خنگی قابل توجهی داشتن، داغ میکردن، صفحه تاب برمیداشت، خراب میشدن. اصلا همه، هر کسی بپرسی ماشین چینی تو اون زمان همه چیزش خوبه الا گیربوکس، یعنی همه چی کیفیت اتاق خوبه، موتورش خوبه و اندازه است، ولی گیربوکس ها باعث میشد که گاز هرز بخورن، دیر حرکت بکنن، شروع به حرکت کندی داشته باشن، داغ بکنن و هر چیزی که بعدا قرار شد رفع بکنن. اما چینی ها بیکار نشستن و از دو کلاچه های خشک که بین صفحات روغنی وجود نداشت و با زبانه هایی که برای این کار طراحی شده بود این صفحات به هم میچسبید و گریپ پیدا میکرد، رفتن سمت دو کلاچه های تر، که خب اول از همه دو کلاچه های تر بیشتر مرسومه، توی خودروهای آلمانی هم همونجور که میدونیم دو کلاچه های تر بیشتر مرسومه. بعد از اینکه رفتن سمت دو کلاچه های تر، رسیدیم دوباره به نقطه اول شروع دو کلاچه های خشکی که قبلا توی خودروهای چینی دیده بودیم. یعنی چی؟ درسته مشکل داغ شدن تا حد خیلی زیادی حل شده، اما همچنان ما مشکل گاز هرز خوردن رو داریم و عدم معکوس دادن مناسب هم در بیشتر مواقع داریم. گاز هرز خوردن یعنی چی؟ یعنی اینکه ماشین از اون سرعت تعویض دنده عجیب غریبی که توی دو کلاچه ها ما انتظار داشتیم خبری نیست. این خب یه چیز مشخصی. مورد بعدی هم که هست، اشکالات و ایرادایی که توی سیستم هست، که البته میشه گفت توی نسل اول این اشکالات باز خیلی کمه و باز دارن رو به پیشرفت میرن، این گزینه خوبیه. مثلا ما نمونه دو کلاچه‌ای رو دیدیم که واقعا بی‌نقص عمل می‌کنن، مثل نمونه‌ای که توی تیگو 8 پرو ماکس هست. درسته یه سری اشکالات توش ایجاد شده که حالا بعداً در مورد اون اشکالات و چرایی ایجادش قراره یه صحبت مفصل بکنیم، اما خب دارن سمت بهتر شدن میرن. پس تا اینجا فهمیدیم که گیربوکس‌های چینی نمیتونن عمل کرده دو کلاچه های واقعی رو داشته باشن، دو کلاچه هایی که توی ماشین هایی مثل بنز و بی ام و داشتیم میدیدیم. اصلا دو کلاچه چرا ایجاد شد؟ دو کلاچه برای کاهش سرعت معکوس دادن، کاهش مصرف سوخت، افزایش راندمان حرکتی خودرو و کاهش استهلاک روی اون خودرو عرضه شدن. بیشتر اول هدف مد نظر تولید اون گیربوکس کاهش زمان معکوس دادن بود، چرا که همزمان توی دوتا شفتی که داره رد میشه دوتا دنده، یعنی زوج و فرد، چه اگر دنده زوج باشه دنده فرد هم در حال چرخش و آماده است برای جابجایی، و این کار رو هم در معکوس دادن هم تو دنده های رو به جلو داریم میبینیم. اما همینجور که گفتیم سرعت باید در حد یک پلک زدن باشه، نه در حد یک لگد زدن بسیار کند. از اشکالات دو کلاچه چینی تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم اینه: سراشیبی، کوله روشن، میخوایم حرکت کنیم، پای من تقریبا بعد از 2-3 ثانیه تاخیر انگار که تازه فرمان کلاچ رو تونست برسونه به
موتور و یه بخشی از این از کالیبراسیون ECU ناشی میشه، یه بخشی از این از خود عملکرد گیربوکس های اینا نمیشه عملکردشو چیز عجب غریبی مد نظر گرفت. مورد بعدی اینه، اگر ما ماشین رو توی دندقب بذاریم، گاز هرز همینجور که میبینیم انگار یه آدم ناشی پاش رو کلاچه و داره با کلاچ بازی میکنه و اون آدم ناشی گیربوکس این قضیه است. خب اوکی، تا اینجا اوکی، این میشه سیکشن آخرش. خب حالا با توجه به دونستن اینها ما چی کار کنیم که گیربوکس دوال کلاچ چینیمون چه در نمونه یه تر و چه در نمونه یه خوش سالم بمونه؟ خیلی کارهای کوچیکی هست که باعث میشه عمر گیربوکس ها رو بسیار بالاتر ببره و کیفیت سواری رو مثل روز اولی که سالم از نمایندگی تحویل گرفتید، اگه سالم تحویلتون بدن، بتونید ببینید. من تیگو 7 ای دیدم که رو 30000 تا کل اتاق داره میلرزه، معکوس نمیده و 1001 چون مشکل داره. تیگو 7 هم دیدم با کارکرد بالا که به خاطر به اصطلاح وسواس مالک، به خاطر نحوه رانندگی مالک خیلی خوب عمل کردن و سالم موندن. خب اول از همه ما باید فرض کنیم که گاز و کلاچ ما روی یک اهرم قرار داره که این خیلی مهمه. یعنی چی؟ این شما همزمان که گاز میدید کلاچ هم توی گیربوکس درگیر میشه. پس اگر بخوام دندقب بیام برای اینکه حد اکثر راندمان رو داشته باشم، به گیربوکس هم فشار ناگهانی نیاد، عین یه ماشین دنده‌ای یهو کلاچ رو آزاد نکنم، میذاریم اول توی آر و بعد از این که احساس کردیم درگیری ایجاد شد، قشنگ یه تقه میزنه که حالا امضای این ماشین هاست، با سرگاز میتونیم ماشین رو بیاریم عقب. دقت کنید، با سرگاز میاد عقب بدون تقه، بدون هیچ. ولی اگه من یهو پدال و فشار بدم، اصلا معلوم نیست چه خبر میشه، چه اتفاقی میفته. پس شما سرگاز با ماشین میتونید بیاید عقب بدون اینکه ماشین تقه بزنه و حالت استرسی داشته باشه. توی شروع به حرکت هم به همین شکله، شما سرگاز و آروم آروم با ماشین حرکت میکنید و بعد از حرکت کردن کلاچ درگیر میشه و ماشین به خوبی بهتون ریاکشن نشون میده. حتی توی معکوس دادن هم با بازی روی پدال گاز میتونید معکوس مناسبتری نسبت به حالتی که پدال رو تخ کنید بگیرید. مورد بعدی توی دست انداز هاست. موقعی که از دست انداز پایین میاید و میخواید که از روی دست انداز مجددن شتاب گیری کنید، شما توی ماشین دنده دستی هم تو شهر نمیاید بعد از دست انداز یه دفعه ماشین رو فشار بدید توی دنده یک، بعدش یه حد کلاچ رو آزاد کنید. یه مقدار که سرعت کم شد بخواید دست اندازه رد کنی، مجددا سرگاز شروع به حرکت میکنید، ماشین قشنگ حرکت خودشو داره و هیچ مشکلی نداره. ولی اگه هول بشم و فکر کنم ماشین پشتی الان به هم ضربه میزنه، پدالو تخت کنم، علارغم این که نتیجه عجیب غریبی نمیگیرم، به شدت کلاچمونم توی استهلاک میره. مخصوصا توی دوال کلاچ های خوش این حرکت به شدت باعث داغ شدن گیربوکس میشه. مورد بعدی که در مورد نگهداری از این گیربوکس ها هست، بعد از اینکه نحوه رانندگیش رو گفتیم که فکر کنیم، مجدد تکرار میکنیم، فکر کنیم که گاز و کلاچتون روی اهرم هست، مورد مهمتری هست که تقریبا برای گیربوکس های دوال کلاچ تر و خوش توی تاریخ باید انجام بشه و اونم لرنینگ گیربوکسه. لرنینگ برای هماهنگی بیشتر گیربوکس انجام میشه، مثل کشیدن سیم کلاچ میمونه. تقریبا توی کارکرد مفید این گیربوکس ها که اگر لایف تایم باشن، مثل ماشین های آلمانی که دیگه لایف تایم هر 20000 تا باید انجام بشه، اگر هم نه توی یه کارکرد بهینه هولوش 7-8000 تایی گیربوکس های خشک هم باید تو هولوش همون 20000 تا یه لرنینگ انجام بگیره که توسط نمایندگی ها یا افراد متخصص روی این خودروها انجام میشه. در نهایت این که از ماشیناتون به صورت صحیح و اصولی استفاده کنید تا عمر کلاچتون بالاتر بره، عمر صفحات کلاچتون بالاتر بره، لذت رانندگی بیشتر شه و توقف‌های بیجا پشت ترافیک نداشته باشید و مردم پشتتون بوق نزنن که آقا حرکت بکنید.